خبرگزاری رویترز، فعالان در گردهمایی قیام برای تغییر رژیم و راهپیمایی همبستگی با مقاومت ایران در پارک لافایت در مقابل کاخ سفید در واشنگتن در 21 ژوئن 2019 پرچم‌ها را برافراشته و شعار می‌دهند. اسوسییتد پرس، تبعیدیان ایرانی خواستار تغییر رژیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس، اعضای گروه تبعیدی ایرانی مرتبط با برخی مشاوران ارشد ترامپ برای تغییر رژیم در ایران تجمع کردند. نیویورک تایمز، تجمع مجاهدین خلق در روز جمعه در مقابل وزارت خارجه آمریکا. تبعیدیان ایرانی مرتبط با مشاوران ترامپ خواستار تغییر رژیم شدند. تظاهرات در بحبوحه تنش‌های تشدید شده بین آمریکا و ایران برگزار شده است. ترامپ روز جمعه گفت او در ابتدا حملات نظامی علیه رژیم ایران را در تلافی حمله به پهپاد آمریکا در خلیج فارس تصویب کرده بود، اما بعد کنسل کرد. واشنگتن پست، مجاهدین خلق روز جمعه در مقابل وزارت خارجه تجمع کردند و خواستار برکناری رهبری رژیم ایران شدند. اعتراض کنندگان سپس به سمت کاخ سفید راهپیمایی می‌کنند. گروه بحث‌انگیز مجاهدین خلق در گردهمایی‌های قبلی خود میزبان جان بولتون، مشاور تندروی امنیت ملی و رودی جولیانی، وکیل شخصی رئیس جمهور که حامی این گروه می‌باشد، بوده است. خبرگزاری EPA، ایرانیان یک گردهمایی و راهپیمایی در واشنگتن برگزار کردند و خواهان تغییر حکومت ایران شدند. آنها در این گردهمایی و راهپیمایی که از وزارت خارجه تا کاخ سفید برگزار می شود، مصرانه خواهان حمایت از رهبران اپوزیسیون مریم و مسعود رجوی هستند. اسوسییتد پرس، 31 خرداد 98. خبرگزاری تصویری اسوسییتد پرس، قبل از راهپیمایی به جانب کاخ سفید برای فراخوان به تغییر رژیم در ایران در روز جمعه 21 ژوئن در واشنگتن، فعالین در مقابل وزارت خارجه گرد آمدند و پیام مریم رجوی را می‌بینند.